ارتش آزادی بخش ملی ایران شماره 11، دوران آماده باش سرنگونی. گسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضد بشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می شویم. هرچند طول بکشد و هرچند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضد بشری محتوم است. درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران. آتش جواب آتش. ارتش آزادی قبل از هر چیز باید عزم جزم کند و برای آماده سازی خود در دریای شورش و انقلاب شیرجه بزند. شمشیرها را باید جلا و صیقل داد. خلیفه ارتجا در شب تاریک رژیمش خود را با افول و زوال آمریکا دلداری می دهد. در یک نگاه وسیع‌تر وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سال‌ها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. لولو خورخوره نظام پاسدار دشخین قاسم سلیمانی برای رئیس جمهور آمریکا شاخ و شانه می کشد و نفس کش می طلبد. بلندگوی خامنه ای در مشهد به نحو مسخره ای از فراز منبر کشورهای مجاور را به خاک و خون می کشد. رئیس جمهور، مقام معظم رهبری، تمام شخصیت‌های مملکت میگن اگر بنا شد یه روزی بنا باشه یه قطره نفت ایران صادر نشود، یه قطره نفت از خاورمیانه از این تنگه هرمز صادر نخواهد شد. اگر بنا شد کار به جایی برسد که نفت ما صادر نشود، ساعت 5 صبح هر روزی اراده کنیم 3 کشتی نفتی عربستان سعودی مصادره خواهد شد. نفتش رو مصادره می کنیم، پرسنلش رو اسیر می گیرن، تنها با شلیک یک موشک از ایران کل سیستم نفتی پایگاه وفاق قطر تعطیل خواهد شد. اینا در صدد مقابله برمیان که از بالا حمله کنن به ایران. 6 فرودگاه بین المللی دبی، ابوظبی، شارجه، ریاض، بحرین، قطر، اینا همون لحظه هدف موشک قرار میگیرن. اصل موضوع چیست؟ اصل موضوع را به روشنی میتوان در شکافتن هسته قیامی دریافت که از دیماه 96 سراپای رژیم را در نوردیده و به لرزه سرنگونی افکنده است. 1. رژیم آخوندها در تمامیت
و با تمام دستبندی‌هایش به طور کیفی تضعیف شده است. شرایط به عقب بر نمی‌گردد و آتش قیام‌ها خاموشی نمی‌پذیرد. دو، این تضعیف درمان ناپذیر است و رژیم در هزار توی بحران‌ها در بن‌بست به سر می‌برد. بن‌بست همان چیزی است که خامنه‌ای آن را مشکل و عیب اصلی می‌داند و البته منکر آن است. خب ما البته مشکل داریم، بله ما مشکل اقتصادی داریم. درست توجه کنید، درست توجه کنن جوانهای عزیز و مردم با انگیزه و مؤمن ما، ما مشکل اقتصادی داریم، اقتصاد نفتی داریم که این خودش یک عیب بزرگ است، فرهنگ صرفه‌جویی نداریم، فرهنگ صرفه‌جویی در بین ما بسیار ضعیف است، این عیب است، اسراف عیب است، این عیوب رو ما داریم. ولی عیب واقعی اینها نیست، عیب واقعی بن‌بست است که به حمد الله نداریم، ما بن‌بست نداریم. بسیار خوب، اگر بن‌بست در کار نیست چه جای نگرانی است؟ اما باشد تا ببینیم و تعریف کنیم. سه، واقعیت این است که در این قیام برخلاف قیام‌های پیشین هر گونه برون رفت جدی و واقعی چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه سیاسی و بین المللی به معنی نفی پایه‌ها و موجودیت رژیم ولایت است. بر سر شاخ نشستن و بن بریدن است. ولی فقیه برای جمع کردن این قیام ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، ام از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی، راه گشای سرنگونی خود اوست. در نتیجه آخوندها و پاسدارانشان از پس این قیام ظفرنمون هر افت و خیزی هم داشته باشد بر نمی آیند و جان به در نخواهند برد. منطق تاریخ و تکامل و مقاومت تاریخی خلق در زنجیر و فرزندان رشیدش طی چهار دهه همین را اقتضا می کند. این همان قیامی است که آخوند روحانی در باره آن گفت رئیس جمهور آمریکا دو هفته بعد از رویت آن در دی ماه گذشته به فکر خروج از برجام افتاد. دی ماه پارسال در پنج دی تقریبا یک اعتراضاتی از یک شهری در ایران آغاز شد، بعد سرایت کرد به شهرهای دیگر. این اعتراضات حالا شرایط خودش رو داشت که مردم ما میدونن، بعضیا معترض بودن، بعضیا دنبال اختشاش بودن، دنبال سوء استفاده بودن. هرچه بود این مهار شد، این اختشاشات مهار شد، اما متاسفانه خارجی ها و مخصوصا آمریکایی ها پیامی که دریافت کردن اون پیام رو نگه داشتن. اون پیام این بود که فکر کردن با فشار بیشتر میتونن مشکلات اجتماعی ما، اقتصادی ما رو بیشتر بکنن. ولذا شما میبینید 22 دی ماه که ترامپ اعلام میکنه اگر دیگران نیان من به تنهایی از برجام خارج میشم، بعد از حوادث دی ماه در ایران. و این هم پاسخ آخوند اعتدالی ذوب شده در مقام ولایت به موضوع سرنگونی و تغییر نظام که با حقد و کین بی پایان نسبت به مجاهدین میگوید
هیچ نگرانی از سرنگونی ندارد و نظام ولایت از همیشه مستحکمتر است. منهای این موضوع جناب رئیس جمهور تلاش‌های زیادی رو از خارج از کشور می‌کنن، به خصوص رسانه‌ها، فضاهای مجازی و ابزارهایی که در دست است، برای اینکه رو موج مطالبات و خواسته‌های مردم سوار بشن و در شرایط سیاسی اجتماعی خاص به هم ریختگی‌های رو ایجاد بکنن. حتی صحبت از تغییر نظام می‌کنن و موضوعاتی از این دست. شما پاسختون چیه و تحلیلتون چیه؟ من هیچ نگرانی از نظام ندارم. اینا یه حرفای خیلی کودکانه است که مثلا 4 نفر تو آمریکا که حالا سالها آرزو داشتن با یه مش تروریست در تماس هستن، در رابطه هستن و میرن بهشون دست میدن، میرن باشون مینشینن، بهشون کمک مالی میکنن. اونم یه گروه های تروریستی که اصلا مردم از عمق جان نسبت به اونها نفرت دارن، یعنی منافقینی که در زمان جنگ و در زمانی که مردم برای سرزمینشون می جنگیدن رفتن با صدام متحد شدن، از پشت به مردم ما خنجر زدن، منفورترین گروهک در تاریخ ایران به نظر من هستن. یاد که مثلا این نظام مستحکم، نظام ضعیفه. نظر من امروز نظام ما از همیشه مستحکم‌تره. حتی اعتراض مردم اشکال نداره، اوقات چوب قانون باشه، حق مردم هست، منتها نه اینکه یه عده پاسخ بدن به یک گروهک، به یه عده پاسخ بدن به آمریکایی که داره علیه ما، امروز علیه ملت ما داره جنایت میکنه. بسیار خوب، اگر این رژیم از همیشه مستحکم‌تر است چه جای نگرانی است. اما شب دراز است و قلندر بیدار. چهار، آیا رژیم در چنین وضعیتی چنان که آمریکا می‌خواهد به مذاکره و تغییر رفتار تن می‌دهد؟ به جواب خلیفه ارتجا گوش کنید. دشمن می‌خواهد ملت ایران رو به این نتیجه برسانه که بن‌بست است، راه حل وجود ندارد مگر پناه بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا. من صریحا اعلام میکنم کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج میکنند، اینها خیانت میکنند. این به کشور خیانت به کشور است. اینی که بر طبق میل دشمن ما ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت در حق ملت است. البته این اتفاق نمی‌افته. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته در کشور. پنج، رژیم ولایت در این بحبوحه به چه مسیری می رود؟ واضح است که از خدا می خواهیم دشمن ما عقب بنشیند و وا برود. در این صورت البته سریعا انتباه پیدا می کنیم، اما باید بنا را بر سرکوب و انقباض گذاشت. البته جواب سوال را خامنه ای از قبل داده است که چاره ای جز سرکوب و انقباض و روی آوردن به تروریسم ندارد. تصویر درست از وضع کشور همین بسیج است، بسیج مستضعفین.
این تشکیلات عظیم، این تشکیلات سراسری در کشور، این مجموعه عظیم مردمی که سرمشقی شد برای بعضی از کشورهای دیگر که برن به سراغ جوانهاشون برای حل مشکلات گوناگون. اشاره کردم که 10,000 تقریبا هسته گروه جهادی فعالن، بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیمایی های انقلاب، اعتکاف ها که روز به روز اینها رونق بیشتری پیدا میکنن. این تصویر واقعی از کشور. و شما جوانهای عزیز هم انشاءالله در میدان علم، در میدان فعالیت، در میدان تحرک اقتصادی، در میدان کارآفرینی، در میدان کار و تلاش فردی و جمعی، در میدان شبکه سازی های اجتماعی و فرهنگی، در میدان حرکت های لازم آتش به اختیار، در هر جایی که احساس بشه انشاءالله پیروز و موفق خواهید بود. شش، اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش زنه قیام ها وارد کار می شوند. این نوک هرم قیام ها و معین عمل سمت دهنده و راه نماست. عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی است. از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر در شهرهای شورشی یکانهای ارتش آزادی پدید می آید. شوراهای مقاومت، بالهای مکمل صنفی و اجتماعی و سیاسی کانونهای شورش هستند. ورود به دوران آماده باش گرامی باد. درود بر کانونهای شورشی و قهرمانان دربند آن. سلام بر شوراهای مقاومت. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 12 آبان 1397.